ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با سلام خدمت همه شما شاگرده عزیز، امیدوار هستم هر جایی که باشین جور صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. خب شاگرده عزیز، امروز بخیر ما و شما، مضمون ما مضمون ریاضی صنف دهم هست. موضوع ما بخیر زاویه و رادیان است. اهداف که بخیر شما باید در خیر ساعت درسی به او برسین، زاویه مثبت منفی را شما باید بشناسین، واحدهای اندازه‌گیری زاویه را بشناسین که همو تعریف درجه گراد و رادیان شما بدانین و اینکه زاویه مثبت منفی را رسم کرده بتانین. درس ما درس 51 هست شاگرد عزیز و صفحه ما از صفحه 149 کتاب تا 151 کتاب هست. خب شاگرد عزیز، شروع میکنیم درس اول شاگرد عزیز. و قبل از اینکه درس اول شروع کنیم شاگرد عزیز، درس گذشته ما در مورد چی بود؟ درس گذشته ما حل تمرین فصل بود که ما تانستیم که سوالاتی که در جریان درس خود او را به شما کار خانگی داده بودیم و فصل اول ما شما را بتانیم او را حل کنیم. خب شروع میکنیم فصل، البته فصل سوم بود، شروع میکنیم درس جدید ما را. خب شاگرد عزیز، کتاباتان را باز میکنیم، صفحه 149 کتابتان. خب در قسمت صفحه 149 کتاب، قبل از اینکه وارد درس شوه، موضوع درس شوه، از شما این سوال کرده، آیا زاویه در مثلثات هندسه با هم فرق میکنه؟ خب شاگرد عزیز ببینید، ما میدونیم که زاویه را این سات شما شاگرد عزیز در نظر بگیم و عکس سات هم البته در کتابتان هست. ببینید بین عقربه های ساعت، چرا همین ساعت در این درس شما گذاشته؟ بین عقربه ساعت ببینید شاگرد عزیز چی وجود داره؟ در حقیقت بین عقربه های ساعت یک زاویه موجود است. درست است شاگرد عزیز؟ حالا این سوال از پیشتان هست که آیا زاویه در هندسه و مثلثات با هم فرق میکنه یا نه؟ آیا زاویه در هندسه و مثلثات با هم فرق میکنه یا نه؟ خب سوال بعدی شاگرد عزیز، آیا ما در هندسه زاویه منفی داریم؟ آیا در هندسه زاویه منفی هست؟ خب بیایم شاگرد عزیز سوالتان را توسط معرفی موضوع جدید او را به سوالتان بخیر جواب میدیم. خب ما شما همه قسمی که میفهمیدیم شاگرد عزیز در هندسه زاویه از چی به وجود میه؟ زاویه تعریف چیست؟ از اتحاد دو نیم خط یک چی به وجود میه شاگرد عزیز؟ یک زاویه وجود میه که البته در هندسه زاویه ما را اگر ما در نظر بگیم زاویه الفا، اینو بگیریم ا، اینو بگیریم او و اینو بگیریم بی، زاویه الفا دقیقاً یک زاویه چی است شاگرد عزیز؟ زاویه مثبت است. خب و همچنین ما میتونیم بگیم که آیا به نظر شما همین سوالی که ما به شما گفتیم در هندسه شاگرد عزیز زاویه منفی وجود نداره؟ مثل اینکه میگیم مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند است؟ میگیم 180 درجه. درست است شاگرد عزیز؟ خب بسیار خوب، حالا اگر ما بیایم در مثلثات زاویه را تعریف کنیم، زاویه را چی تعریف میکنیم شاگرد عزیز؟ در مثلثات به شکل زاویه را تعریف میکنیم که زاویه از دوران یک قطع خط، از دوران یک قطع خط، اگر ما یک قطع خط انجام ایره او بگذارم نامش دقیقاً بله و دیگه که ای باشه، ببینید از انجام، از دوران یک قطع خط طوری که انجامش ثابت باشه یک زاویه به وجود میه. ما میخوایم همین رو توسط ای به شما نشان بدم. ببینید اگر ما انجام همین قطع خط است و این قطع خط ماست، درست است؟ اگر ما این رو دوران بدم، خوب دقت کنید، ببینید یک زاویه به وجود آمد، از دوران همین قطع خط یک چی به وجود آمد؟ زاویه وجود آمد که ظل اولی را همین به نام ظل اول میگیم و قطع خطی که از دورانی به وجود میه، مثلا این ما که قطع خط بی باشه، ما این ظل دوم میگیم یا ظل نهایی، یعنی این ابتدایی میگیم. البته شاگرد عزیز ببینید، یعنی که قطع خط اول ما دوران میکنه تا به هر جایی که برسه. ببینید من پیشتر این را توسط این مارکر به شما نشان دادم، قطع خط ما این هست، ببینید این دوران میکنه در صورتی که انجامش ثابت باشه تا هر جایی که رسید، ببینید تا اینجا آمد، این که تا اینجا که متوقف شد، این را قطع خط دومی، ظل دومی و ظل نهایی میگن. پس اینجا یک زاویه تشکیل میشه. یک چی تشکیل شد؟ زاویه تشکیل شد. خب حالا در مثلثات اینجا زاویه ما مثبت و منفی داره. دسته دیگه باز در الفای زاویه که در هندسه بود به این شکل نبود. چه قسم در مثلثات زاویه مثبت منفی داریم؟ ببینید شاگرد عزیز، در مثلثات ما میگیم زاویه مثبت. چه وقت یک زاویه مثبت است؟ چه وقت یک زاویه منفی است؟ اگر زاویه ما، من اینجا به شما نوشتم میکنم،
اگر زاویه ما خلاف جهت عقربه ساعت باشد، زاویه مثبت است. و اگر زاویه ما هم جهت عقربه ساعت باشد، زاویه چی است؟ منفی است. پس ببینید، وقتی که ما خلاف جهت میگیم، این خلاف جهت است، به این شکل آمده. این چی است شاگرد عزیز؟ خلاف جهت است. وقتی که هم جهت میگیم، شما ساعت دیدین شاگرد عزیز، پیشتر من به شما ساعت رسم نشان دادم شکلش. ببینید، هم جهت عقربه ساعت به این شکل است، یعنی عقربه ساعت به این شکل میره. ببینید، به این شکل است. پس زاویه که هم جهت عقربه ساعت باشه، زاویه منفی است، اما خلاف جهت عقربه ساعت باشه، یعنی ساعت خیلی قسم نمیره، میره به نظر شما. این زاویه اگر به این شکل شد، باز زاویه چی است؟ زاویه مثبت است. خب شاگرد عزیز، حالا ما شما میخواییم که زاویه مثبت و زاویه منفی توسط مثال بیشتر و شما واضح بسازیم. من تخته رو پاک میکنم. ببینید شاگرد عزیز، حالا ما میخواییم زاویه مثبت و زاویه منفی را. مثلا من به شما پیشتر گفتم زاویه مثبت که تعریف کردم و شما مثلا به ما میگه که این زاویه زاویه مثبت هست یا منفی. درست است؟ این زاویه A و B. خب ببینید، این زاویه A و B زاویه مثبت است به نظر شما یا زاویه منفی هست؟ بسیار عالی، آفرین. زاویه A و B یک زاویه چی است شاگرد عزیز؟ یک زاویه مثبت است. چرا؟ به خاطری که خلاف جهت عقربه های ساعت است. پس یک زاویه چی شد؟ مثبت شد. من یک زاویه دیگر رو به شما نشون میکنم. شما ببینید A و B. خب به شما میگم این زاویه چطور؟ این یک زاویه مثبت است یا یک زاویه منفی؟ بسیار خوب، این یک زاویه چی است؟ یک زاویه منفی است، یعنی زاویه A و B یک زاویه منفی است. بیم مثال ها را شاهده عزیز و شما بیشتر کنیم. بیم در محور کمیت و وضعیه زاویه را به شما نشان بدیم، زاویه مثبت منفی را، که شما بیشتر به شما واضح شواسته کنین. اگر این محور Y باشه و این محور محور چی باشه؟ X باشه. خب من میخوایم از شما این سوال کنم. ببینید، زل اول محور X هست، این زل دوم است. خب ببینید چی بهتون میگم، ای اگر او باشه و ای بی باشه، ای زاویه چی است شاگرد عزیز؟ زاویه مثبت است. اما ای زاویه زاویه چیست؟ ای زاویه زاویه منفی هست. درست است؟ این مثلا سی بگذاریم. زاویه X و C یک زاویه منفی هست. خب بیایم اگر این را به این شکل کنیم بهتر است. A ببینید، زاویه A و B یک زاویه مثبت است، چون خلاف جهت عقربه ساعت است. اما زاویه A و C یک زاویه منفی هست، چرا؟ هم جهت عقربه ساعت است. خب حالا شاگرد عزیز، این را ما به شما گفتم، میریم به این که میخواییم بعضی زاویه را به شما چی کنیم؟ رسم کنیم. مثلا پیشتر به شما گفتیم، من این را پاک میکنم. از شما اول سوال دارم شاگرد عزیز، یک دوران مکمل چند درجه است؟ وقتی که یک قطعه خط دور بخوره، مثلا من زل اول اگر این را او ببانم و این را ای. خب اگر من ای او ای را یک دوران مکمل بدم شاگرد عزیز، چند درجه میشه؟ تا اینجا 180 است، پس که دور مکمل خورد چند درجه میشه؟ 360 درجه میشه. اگر دو دور بدم چی میشه؟ 360 ضرب 2. اگر سه دور بدم چی میشه؟ 360 ضرب 3. حالا اگر ما بخوایم بگم که یک زاویه رو میخوایم دوران بدم، مثلا به شما میگیم که 300، یا به ما میگه که زاویه 400 درجه رو رسم کنیم. زاویه چند درجه رو رسم کنیم؟ زاویه 400 درجه رو رسم کنیم. ببینیم من زاویه 400 درجه رو چطور رسم میکنم. خب شاگرد عزیز، اولین کاری که میکنین شما چی است؟ یک قطعه خط رسم میکنین، انجام این رو او میمانین و این رو بی میمانین. نقاله رو شما اینجا ببینین، قبل از اینکه نقاله رو بانین گفته چند درجه است؟ 400 درجه. 400 درجه چه معنی؟ یعنی یک دور مکمل جمع 40 درجه. درست است؟ پس اولین کاری که میکنم یک دور چی میدم؟ اینو یک دور مکمل میدم. این یک دور مکمل جمع چند درجه شاگرد عزیز؟ جمع 40 درجه. فرض میکنیم که زاویه زاویه 40 درجه باشه، این نامش هست سی میمانیم، جمع 40 درجه در اینجا میه، اینجا متوقف شد. پس این زاویه زاویه چند درجه آمد؟ 400 درجه آمد.
یا با ما شما میگن مثلا زاویه منفی 60 درجه را پیدا کنین. زاویه چی را پیدا کنین؟ منفی 60 درجه. تتا مساوی با منفی 60 درجه را پیدا کنین. خب اولین کاری که میکنین یه خط مستقیم رسم میکنین همراه خط کش، نقطه را نقطه او میگذارین، نقطه ای هست، نقاله را میمانین. وقتی که نقاله را مانین به اندازه 60 درجه جدا میکنین. فرض میکنیم که 60 درجه است. پس زاویه منفی 60 درجه که گفتیم چی مانا؟ ضلع اول محمد تا ضلع چی؟ این شد منفی 60 درجه. خلاف همجهت عقربه چی است؟ ساعت. منفی 60 درجه به این شکل شد. و مثبت 400 درجه. حالا میگن زاویه 720 رسم کنین. چند رسم کنین؟ 720. 720 چه قسم رسم میکنیم شاگرد عزیز؟ بازم یه خط مستقیم انجامش رو مشخص میکنیم. ایرا او میمونیم و ایرا مثلا بی میمونیم. 720 چی مانا شاگرد عزیز؟ یعنی یک زاویه ما دو دور مکمل میکنه. اگر یک دور باشه 360، این که دو دور شد 720. درست شد؟ این چند درجه شد؟ 720 درجه. خب شاگرد عزیز، این زاویه بود که ما به شما گفتم. و اگر گفتیم منفی 720، ما اینجا به این شکل دوران کردیم. من این را پاک میکنم به شما. هر که با شما گفتن که زاویه منفی 720 پیدا کنین، شما چی میکنین شاگرد عزیز؟ بسیار ساده است. بازم یه خط مستقیم ایره ای میمونیم و نقطه او انجامش مشخص میکنیم. منفی 720 پیشتر مثبت بود. منفی این دفعه از کجا شروع میشه شاگرد عزیز؟ هم جهت عقربه ساعت. ای 360 و ای 720. منفی 720 درجه. درست شد شاگرد عزیز؟ خب بسیار خوب. حالا میایم ما شما میریم سر موضوع بعدی. حالی شاگرد عزیز یک فعالیت است، کوشش کنید که فعالیت شما حتما در خانه انجام بدین. زاویه 45 درجه، 90 درجه، 180 و منفی 180 حتما در خانه کار کنید. بعد از او بخیر ما شما میریم سر واحدهای اندازه‌گیری درجه. خب شاگرد عزیز، درجه چی است؟ ما میگیم 1/300، 1/360 حصه یک دوران ما درجه میگیم. 1/360 حصه یک دوران چی میگیم؟ درجه میگیم. خب یا اینکه میتونه بگیم 1/90 حصه زاویه قائمه را ما چی یاد میکنیم؟ ما درجه یاد میکنیم. زمانی که ما شما درجه میگیم شاگرد عزیز، چند موضوع در درجه حتما باید شما فراموش تا نشه و یاد نشه. البته سیستم درجه را ما میتونیم به نام سیستم شستی هم در نظر بگیم. هدف از سیستم شستی چی است شاگرد عزیز؟ ببینید، ما که میگیم یک درجه، در حقیقت یک درجه ما 60 دقیقه است. یک دقیقه ما 60 ثانیه است و یک ثانیه ما 60 ضرب 60 چند میشه؟ 3600. و یک درجه ما ببخشید شاگرد عزیز 3600 چیز ثانیه هست. حالی ما به خاطر چی رو نوشته کردیم شاگرد عزیز؟ در حقیقت یک درجه ما گفتیم چند است؟ 60 دقیقه است. و در اینجا ما میگیم یک دقیقه ما 60 ثانیه است. شما، من ساعت پیشتر به شما نشان دادم و میتونید که شما باز در خانه اندازه های مدرجه رو که حساب بکنین، یک دقیقه ما چند ثانیه میه؟ 60 ثانیه میه. و اینکه یک درجه ما باز 60 که ضرب 60 کنیم چند میشه؟ 3600 ثانیه میشه. حالا ما چند سوال داریم شاگرد عزیز که بر اساس این میخوایم سوالا رو حل کنیم. قبل از این میگم به شما که اینجا یک دقیقه ما چند میشه؟ یک دقیقه ما میشه 1/60 درجه. شما از روی این میتونین این را پیدا کنین. اطراف تقسیم 60 کنین، یک دقیقه ما میشه، یک دقیقه ما 1/60 درجه. و در اینجا میتونیم بگیم که یک ثانیه ما میشه 1/60 دقیقه. درست است؟ و یک درجه ما اینجا میگیم که و یک ثانیه ما 1/60 دقیقه و یک درجه ما میشه، یک ثانیه ما 1/3600 درجه میشه. خب ببینید شاگرد عزیز، اینم نوشته میکنم، یک ثانیه ما میشه 1/3600 درجه. یک سوال هست که ما چطور میتونیم که به درجه تبدیل کنیم دقیقه و ثانیه رو؟ من این رو پاک میکنم. خب ببینین سوال هست، من اینجا به تا نوشته میکنم 35 درجه 15 دقیقه و 27 ثانیه را شما به چی تبدیل کنین؟ به درجه تبدیل کنین. اولین کاری که میکنیم چی است شاگرد عزیز؟ ما بخوایم میره به درجه تبدیل کنیم، 35 خودش را نوشته میکنیم، 35 درجه را خودش را نوشته میکنیم. ما گفتیم 15 دقیقه ما، یک دقیقه ما چند ثانیه بود؟ به این شکل. ببینین ما دقیقه را که به درجه تبدیل کنم تقسیم 60 میکنم. 60 دقیقه تقسیم 60 دقیقه، جمع
27 تقسیم 60 ضرب 60 3600 ثانیه. صحیح شد. به خاطر چی کار کردم شاگرد عزیز؟ ما اینو پاک میکنم، چون دقیقه رو میخوایم به درجه تبدیل کنم و ثانیه رو میخوایم به چی تبدیل کنم؟ درجه. به خاطر همین تقسیم کردم. خب 35 خودش 15 رو که تقسیم 60 کنیم شاگرد عزیز چند میشه؟ 0.25 درجه. و 27 رو که تقسیم 3600 کنیم قیمتش میشه 0.0075 درجه. وقتی که شما 35 جمع 0.25 جمع 0.0075 کنین جواب نهایی شما چند میشه؟ 35.2575 درجه. خب این شد زمانی که ما بخوایم ساعت، درجه، دقیقه و ثانیه را به درجه تبدیل کنیم. حالا اگر یک سوال معکوس ای باشه به ما بگه که درجه را که هست 48.3625 درجه را با ما شما میگن به چی تبدیل کنین؟ به دقیقه و ثانیه تبدیل کنین. خب 48 عدد ثابتش هم میگیریم درجه جمع 0.25. ببینین عدد ثابت جدا کردیم 0.3625 درست است؟ این ما میخواییم چی کنیم؟ درجه. حالا میگیم این مساوی هست با 48 خودش جمع 0.3625 ما ضرب چی میکنیم؟ 60 میکنیم. به دقیقه تبدیل شوه. به چی تبدیل شوه؟ به دقیقه تبدیل شوه. پس میگیم 48 درجه جمع وقتی که به دقیقه تبدیل شوه شاگرده عزیز میشه 21.75 دقیقه. این دیگه خودتان میتونید که ضرب کنین و ببینین و این مساوی میشه با 48 درجه جمع 21 دقیقه جمع 0.75 ضرب چند شاگرده عزیز؟ ضرب 60 که بس به ثانیه تبدیل شوه. و خودتان دیگه میتونین ادامه بدین ایره 48 درجه 21 دقیقه 0.75 که ضرب 60 شوه شاگرده عزیز چند میشه؟ به ما میده 45 ثانیه. و اینه که شما در آخر نوشته کنین میشه 48 درجه 21 دقیقه و 45 ثانیه. خب شاگرد عزیز درس امروز ما ختم شد. امروز ما شما چی رو یاد گرفتیم؟ بسیار عالی. امروز ما شما زاویه من مثبت منفی رو فهمیدیم و واحدهای اندازه‌گیری زاویه که یکیش درجه بود ما شما ایرا تونستیم که یاد بگیریم و شما خدا کنه که خوب یاد گرفته باشین شاگرد عزیز. تا روز بعدی، درس بعدی و جلسه بعدی الله حافظ و نگهدار شما.